دیروز سال روز کودتای ننگین علیه مصدق کبیر بود. کودتایی که ایران رو یک تاریخ به عقب روند. کاربران فضای مجازی با هشتگ مصدق روحت شاد از مصدق گفتن و از این کودتای سیاه. یکی از اسناد افشا شده که به خط اردشیر زاهدیه که جهت اطلاع شاه نوشته. این سند در دانشگاه استنفورد نگهداری میشه که محمد رضا شاه در همکاری با کاشانی و بهبهانی و شعبان بیمخ اقدام به کودتا علیه مصدق کردند. پرداخت به کاشانی 800 هزار ریال، پرداخت به شعبان و غیره 200 هزار ریال. کمال عبدالناصر دوست مصدق گفت: استاد بزرگ من دکتر مصدق با ملی کردن نفت ایران چند سال قبل این شیر را کشته و دندانهایش را هم کشیده بود. من فقط دمش را بریدم. اگه کودتای 28 مرداد علیه مصدق نبود، الان شاید کشوری داشتیم که تو منطقه و خاورمیانه حرف اول رو میزد. خمینی هم پادر نمی آورد و کشور ریل درستش رو میرفت. اگه یه خط واضح افتراق بین میهندوستان و کسانی که ادعای میهندوستی دارند باشد، آن خط مصدق است. مصدق مظهر میهندوستی و عرق ملی است. بنویس از انقلاب سیاهی که با کنار زدن مصدق استارت خورد و با چماق کردن حزب رستاخیز بر سر تمام اقشار قدرت گرفت و با ضعف تصمیم حاکمیت در 57 به ثمر نشست. ما را حتی امان گریه ندادند. پس از تو کرامت درخت شد، پس از تو عرس در صمد غرق شد، پس از تو روی تپه‌های خون بیژن بیجان شکفته شد. قلم ها شکسته شد، نه سود بود نه رود بود، سه چیز بود، گلوله بود گلوله بود گلوله بود. آرام و خندرو سرش را روی شانه سرکرد گذاشته، سیگارش را پک میزند و بی هیچ التفاتی به خیمه شب‌بازی دیکتاتور، انگار که میداند که تاریخ را او دارد مینگارد و نه آن بیدادگاه. انگار با آتیه سخن میگوید، انگار که با من، انگار که با تو، انگار که با همیشه سخن میگوید. مصدق تنها یک شخص نیست، یک جریان و مسیر است برای رسیدن به استقلال و آزادی. فرزندان عزیز وطن، با چشمان باز و بیدار مراقب سرنوشت خانه کهنسال خود باشید تا مبادا تاریخ فردا از نسل امروز به زشتی یاد کند.